دارای 5 نفر عضو اصلی. دو روزی است حامیان دولت احمدی نژاد از حسن روحانی انتقاد می‌کنند. از روز سه‌شنبه در مجلس این انتقادات آغاز شد. فصل مشترک همه دستگاه‌های اجرایی. علی اصغر زارعی از نمایندگان نزدیک به طیف محمد تقی مصباحی یزدی روحانی تندرو روز سه‌شنبه در مجلس گفت اظهارات روحانی سیاه نمایی است. غیر از او، مهدی کوچکزاده دیگر نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس به اظهارات اخیر حسن روحانی انتقادات تندی داشت. به این اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در جلسه غیر رسمی با نمایندگان، اینکه کشور با تورم 42% مواجه هست، سالی 14,000 نفر، این اشتغال سالهای اخیر کشور ماست. آقای روحانی همچنین از وضعیت بد اقتصادی ایران در انتهای دولت احمدی نژاد خبر داد. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته است و با چه مشکلاتی مواجه است و راه حل را چگونه می‌بیند. حامیان دولت از این اظهارات روحانی ناراضی‌اند. روز چهارشنبه حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در واکنش به روحانی و دفاع از دولت احمدی نژاد گفت مسابقه دروغگویی در کشور آغاز شده است و در این بین محمد رضا میرتاج‌الدینی دیگر معاون احمدی نژاد هم با اعلام اینکه آمارهای روحانی درست نیست از او و دیگر منتقدان خواسته به آمارهای دولت اطمینان داشته باشند. مدت هاست منتقدان آمارهای اعلام شده از سوی دولت احمدی نژاد را مورد تردید قرار می‌دهند، به خصوص که دولت در هفته‌های پایانی فعالیت خود سعی دارد ضعف‌ها و حتی تخلفات احتمالی دولت را مخفی کند. نمونه‌اش تسویه سوری بدهی‌های دولت بود که مجلس جلوی آن را گرفت و یا ناپدید شدن اسناد تخلفات و اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی. به نوشته روزنامه قانون چاپ تهران، هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی اعلام کرد اسناد این تحقیق ناپدید شده است. سعید مرتضوی با اصرار محمود احمدی نژاد رئیس تأمین اجتماعی است و این سازمان از قبل از مدیریت او به اختلاس 1,000 میلیاردی متهم است، اما هنوز به ابعاد آن رسیدگی نشده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.